منابع محلی و رسانه از برگزاری 16 دوره فعالیت‌های فاطمی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت عنوان موسم احزان در منطقه بین الحرمین در شهر مقدس کربلا خبر دادند. در همین راستا آقای سید عقیل یاسری رئیس بخش شعائر و موکب‌های حسینی در آستان مقدس در این باره گفت این مراسم هر سال در ایام فاطمیه دوم برگزار می‌شود و فعالیت‌های مختلفی با هدف گرامی داشته این ایام نشر علوم و معارف اهل بیت و شعائر فاطمی برپا می‌گردد. بنابر گزارش سازمان ملل، یمن از زمانی که در سال 2017 در طبقه بندی بدترین مکانها برای زنان در جهان قرار گرفته، همچنان در این طبقه بندی باقی مانده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید که خشونت مبتنی بر جنسیت یک موضوع مهم در سطح ملی است و یمن به طور مداوم در شاخص شکاف جنسیتی جهانی رتبه آخر یا دوم را از آن خود کرده است. در پایان گفتنی است سیستمی که در این کشور مسئول مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت بود بودجه کافی نداشت و تنها 31% از کل طرح واکنش بشر دوستانه برای یمن تأمین مالی شد. جیمی اکسون رهبر یک حزب افراط‌گرای اسلام ستیز در اظهاراتی غیرمسئولانه خواستار جلوگیری از ساخت مساجد جدید در سوئد و تخریب مساجد موجود در این کشور شد. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که از چند ماه قبل این کشور به کانون اقدامات ضد اسلامی از جمله چندین مورد هتک حرمت قرآن کریم شده است. به گفت که مهاجران نباید حق ساخت مساجد جدید را داشته باشند. او این اظهارات را روز شنبه 4 آذر در مراسمی در شهر واستراس در جنوب شرقی این کشور بیان کرد. انتشار گزارش‌های مبنی بر افزایش تعداد کودکان مبتلا به بیماری‌های تنفسی در بیمارستان‌های پکن شایع شیوع سویه جدید کرونا را در کشور تکرار کرده است. رسانه‌های چینی مدعی شدند که صدها بیمار در برخی بیمارستان‌های کودکان در شهرهای بزرگ شمال چین برای ویزیت پزشک در صف‌های طولانی می‌ایستند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، افزایش این بیماری‌ها در چین با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های مربوط به کووید غیر منتظره نیست. به گفته یکی از مقامات بیمارستان، کودکان پکن به طور میانگین روزانه بیش از 7000 بیمار به این بیمارستان مراجعه می‌کنند. این در حالی است که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر سویه جدید کرونا یا یک بیماری تنفسی دیگر در چین به گوش می‌رسد، موضوعی که سازمان جهانی آن را تکذیب می‌کند. اما گفته است شیوع چنین بیماری‌هایی با توجه به برداشتن محدودیت‌های کرونایی امری غیر منتظره نیست. روز گذشته در بسیاری از شهرهای آلمان اعتراضاتی علیه سیستم مشترک پناهندگی اروپا که محدودیت‌های بیشتری را برای پناهجویان برنامه ریزی می‌کند برگزار شد و معترضان خواهان رد این اصلاحات از طرف پارلمان اروپا شدند. این طرح پیشبینی می‌کند که کشورهای عضو می‌توانند استانداردهای پذیرش پناهندگان و رویه‌های پناهندگی را کاهش دهند و گذرگاه‌های مرزی را در شرایط استثنایی ببندند. برای مثال در بحران‌های سیاسی و شرایط فورس ماژور و همچنین در مورد ابزاری سازی به اصطلاح پناهندگان توسط کشورهای همسایه این امر باید امکان پذیر باشد. در همین راستا اولاف شولز صدر اعظم آلمان هم چندی پیش در سخنانی در راستای سیاست‌های سختگیرانه برلین برای مقابله با هجوم پناهندگان از طرح بحث برانگیز انتقال مراکز پذیرش پناهندگان به خارج از اتحادیه اروپا حمایت کرد. بنیانگذار ویکی‌پدیا میگوید هوش مصنوعی هنوز دست کم 50 سال با تبدیل شدن به یک ابر انسان فاصله دارد. او در گفتگو با یورونیوز عمل کرده ابزار هوش مصنوعی چت جی پی تی برای نگارش مطلب در ویکی‌پدیا را آشفته بازار توصیف کرد. او میگوید مطالبی که چت جی پی تی اکنون برای ویکی‌پدیا تهیه می‌کند فاجعه هستند و اصلا جواب نمی‌دهند.
وی بر این باور است که هوش مصنوعی در آینده میتواند از انسان پیشی بگیرد، اما کار ابزارهای هوش مصنوعی فعلا به احتمال زیاد به حمایت از فعالیت‌های فکری انسان محدود خواهد شد. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت بنگلادش از ماه اکتبر به این سو سرکوب مخالفان سیاسی خود را تشدید کرده است. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که حکومت بنگلادش تا حالا نزدیک به 10,000 فعال سیاسی را در آن کشور دستگیر کرده است. اکثر فعالان سیاسی که دستگیر شدند مربوط به حزب ملی گرای بنگلادش می شوند و شماری قابل ملاحظه آنان با اتهامات نیز مواجهند. این کشور جنوب آسیا که نزدیک به 170 میلیون نفر جمعیت دارد، قرار است به تاریخ 7 ژانویه سال 2024 انتخابات عمومی را در آن کشور برگزار کند.